من یه دونه پورش باکسل دوستم گرفت، آشنا آشنای خودم بود، براش گرفتم شبیه 1800. پولش کجا آوردی؟ همان چشمم هم چشمیه. اگه خودی آدم رو بردم ساعت همین صبح ساعت مثلا داره 16 میخوردم. این 12200. ما هم مثل شما بین مردمی. یه عده دارن، یه دم ندارن. تقابل بین دارا و ندار. یه عده میگن دارندگی و برازندگی. یه عده معتقدن که ثروت عادلانه توزیع نشده. با اموال و دارایی خودشون به دیگران فخر میپوشن. به عبارتی بنده کلمه به کار برم، اشیا سرور افراد شدن. کسانی هستن که من شنیدم تو این شهر میرن کت شلوار میخرن از دستی 2,000,000 تومان به بالا. آخه یعنی چی؟ این 12,200 باعث میشه که یعنی تو خود خانواده داستان درست شه. آید فلانی رو دیدی اینجوری بود، ولی ما چرا نمیتونیم؟ یعنی همین بچه آدم میشه واسه آدم به قول معروف چی بگم، یه داستان خیلی بزرگی. تلاش میکنه از صبح تا شب بدوه 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 از زندگی لذت نبره، یه ماشین فلان بخره، یه انگشتر فلان بخوره، با این دیگران رو سرکوب کنه. اما پدیده جدید تجملگرایی دور 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 اومد. دور دور؟ یعنی چی دور دور؟ اومد من دو خوش بکنم. دور دور گفتم دیگه، پیدا کردن دوست اینا، وقت تلفی کار دیگه نریم. اومدیم یه ماشین اجاره کنیم مثلا شب 1,500,000 تومان، مثلا یه ماشین AX55 روزی 400 تومان اجارش. فکر کنم 400-500,000 تومان شب بعد. پول کی این داری تو خرج میکنی؟ آیا حق داری پولی رو که تو این مملکت با این زحمت به دست میاد برای مردم تو به این راحتی بریزی دور؟ وقتی که من میبینم پسرزایی من یا خانواده فامیل من دوست من این ماشین رو داره یا این لباس رو میپوشه، اصلا طبیعتا روی من تأثیرش رو میذاره. این افرادشی این همه مال و ثروت رو به هم زدن، آیا خودشون مقصر بودن یا بسترهایی هم ایجاد شده که اینا به این سمت رفتن؟ چرا آقای ایکس تو 10 سال داراییش از صفر یهو میرسه به میلیارد، بالای میلیارد؟ چرا بقیه با زحمت‌کشی نمیتونه اینجوری بشه؟ آقای دکتر ما خودکار قیمت کردیم 15,000,000 تومان تو همین تهران. این چنده؟ که چی؟ خب با این خودکار چی میشه؟ تو اصلا سواد نوشتن هم نداری که رفتین خودکار رو 15,000,000 تومان خریدی. بیا من بهت ثابت کنم. پولشونو به جای اون که در تولید و سرمایه گذاری به کار ببرن صرف تجملات میکنن. لوستر 400,000,000، انگشتر فلان، ساعت 20,000,000. اینا برای جامعه جامعه مثل ما و همه جوامع سمه. ای کجاست؟ ای توزیع ناعادلانه ثروت. عادلانه ثروت تقسیم نمیشه تو جامعه ما. الان پورشه ما داریم داره 950 تومان 1,500 داره خرید فروش میشه. یه سری امتیازهای اقتصادی میدن که این امتیازهای اقتصادی به سبب برهم زدن نظم اقتصادی کلی کشور میشه. هولوش 1500 دستگاه تو یه روز ترخیص شده از اونطوری که ما امر داریم از گمرک. با این اتومبیلی که الان اتومبیل فراری یا مزراتی یا اونای دیگه که میگیرم که میتونه اینقدر سرعت بره، تو همین ترافیک میخوام مقصر برم سرعت برم؟ تو همین جاده ها میخوام برم؟ با افراد بنده اشیاشونن، نوکر ماشینشونن. خودم یه موتور اینجوری سوار میشم صبح شام سر کارم. چقدر در میاری در شبانه؟ من خیلی بتونم در بیارم 700-800 تومان. فرهنگی که تو جامعه ما جاری کرده متاسفانه. این فرهنگ خودی از بیگانه اومده؟ نه مال خودمونه، خودمون باعث هست، خودمون هست. یه عده هستن که پول مستشون کرده،
و این مستی رو باید کنترل کنن. زیادی خواهی خود انسان هاست که این مسائل تو کشور به وجود میاره. طبعه شخصی من آفرین، اگه انسان قانع باشه به جایگاهی که قرار داره، من که کارمند فرزند دادگستری هستم یه اداره خاصی هستم، اون حد حقوقی که به من میدن با توجه به میزان درآمدم هزینه بکنم در کشور و اینجور پچه ها متربیت کنن، تجمل گرایی به وجود نمیاد. لباس تمیز بپوش، کی مخالفه؟ زیباترین لباس ها رو بپوش به قیمتش. و متاسفانه با این کارمون داریم ما یک به اصطلاح عادتی رو در این مملکت جا میندازیم. میخواستم بگم فرهنگ نگفتم، چون خود بی فرهنگیه. حتی در اسلام این موضوع رو داره، میگه حتی اگر شما ثروت داری، پول داری، لزومی نداره بیان کنید برای همه، چون اگر بیان کردنش درست فخر میاره، ولی میگه نباید بکنید. چرا؟ چون اونی که نداره افسوس میخوره. این بره لیان بره چند؟ خودکاره؟ بله خودکاره. خودکارش سایز کلاسیکش 2500، سایز بزرگش 3500. همون آقایی که داره بهبه و چهچه میزنه که اون جنسو داره به تو به طور نامردانه میفروشه و قیمت نابجایی ازت میگیره، از اونجا که اومدی بیرون با خنده به پر دستش میگه دیدی چه آدم نادونی بود، دیدی چه حرفای نامربوط منو باور کرد. در حالی که توی این مملکت بسیار آدمایی هستن که توی این سرمای زمستون بالا پوشی که بدنشون رو از گزند سرما حفظ کنه ندارن، تو چگونه میتونی چنین لباسی بپوشی؟ فاصله طبقاتی میاد، یک سری رفتارهای گنگ اجتماعی رو ایجاد میکنه، یک سری رفتارهای گنگ اجتماعی رو ایجاد میکنه. مثلا چی؟ همه ماشینی که شما فرمودید، یک سری ها باید برن ماشین بخرن به فرض مثال 20 میلیون تومان، که اونم گرونه، اونم واقعا گرونه. اگر بخواید نگاه بکنید واقعا اونم گرونه. خب بعد با قرض قوله 20 میلیون تومان یه دونه پراید میکنن که هیچ استانداردی توی دنیا نداره. خب ولی یه سری میره 4 میلیارد تومان پولی ماشین میده که اصلا من و شما شاید از بغل دستمون هم با آخرین سرعت رد بشه، یک بار هم نبینیمش. بیاد یه برنامه اصلا درست کنه واسه اینا که پول دارن، فقط بزنیم هر کی پول داره ببینه این برنامه، بگین آقا این ثروتی دارین، با این ثروتتون خیلی کارا میتونیم بکنیم، 4 تا جوون بیکارم بزنیشون سر کار. بخشش بر اثر نابرابری های ساختاریه، مثلا خصوصی سازی از چه زمانی در کشور ما آغاز شد؟ در کشورهای پیشرفته و صنعتی و توسعه یافته از چه زمانی؟ خب بعد چه معیارهای کنترلی اونها در نظر گرفتن؟ بعد آیا این خصوصی سازی به صاحبان اصلی رسید یا به عده خاصی رسید؟